طی دیروز و امروز هم خامنه ای و هم روحانی طی سخنانی که کردن از قدرت نظام و از اقتدار نظام خیلی صحبت کردن. خامنه ای گفتش که دشمنان از ما میترسن چون ما نظامی داریم که قدرتش روز به روز افزایش پیدا میکنه. روحانی هم از قدرت دفاعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و قدرت سخت و نرم و خلاصه انواع اقسام قدرت در رابطه با رژیمش صحبت کرد. گفتگو امروز رو به همین موضوع اختصاص دادیم. مهمان برنامه‌مون اسحاق علی‌نژاد هست. تشکر می‌کنم که در برنامه شرکت کردید و خوش آمد میگم در این برنامه. منم با تشکر از شما و سلام خدمت همه هموطنانم در هر کجا که هستن. بله. از این بریم یه راست سر همین اصل مطلب. چرا هم خامنه‌ای هم روحانی توی این دو روز فکر می‌کنم دو بار حتی خامنه‌ای اینقدر روی قدرت و اقتدار نظام تأکید کردن، بحث ترس دشمن رو نخواست از کجا اومده؟ داستان این در واقع سود زدن تو تاریکیه. بله. میخوای قدرت و اقتدار خامنه و نظام رو بدونید؟ بله. بری تو خیابونه اصفهان، همین امروز صدها نفر از مردم و کشاورزا شرق اصفهان تو خیابون تظاهرات و راهپیمایی کردن با شعار توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد. اینا همونان که از قبل از عید اگه خاطرتون باشه با تفنگ و گاز اشکاور و دستگیری اونا افتادن به جونشون که سرکوبشون کنن. معلومه نتونستن. اقتدار نظام اینجا تو خیابونه اصفهان شکسته میشه. شما میخوای اقتدار نظام بدونید، همون ادعای خامنه‌ای رو، برید اهواز، کوی علوی، شلنگ‌آباد، حمیدیه. نزدیک به دو هفته از هر شب تظاهرات شبانه است، درگیریه، لاستیک آتیش زدنه. علی‌رغم اینکه به گیر و ببنده گسترده است، خونه گردی است، میریزن تو خونه جوانا رو میبرن، از شهرهای دیگه نیرو آوردن، از جمله از خرم‌آباد. نتونست خاموش کنه. همین امروز علاوه بر اصفهان، توی کرمان، تو تهران، تو مشهد، تو رشت، تو پارس‌آباد مغان غارت شده با فراخان قبلی ریختن تو خیابون تظاهرات کردن. تو کرمان حتی به درگیری کشیده شده. این همه خبرهای فقط همین امروز قبل نگه روزی که این داره صحبت خدمت شما میکنه. بعد این از اقتدار نظام. خامنه ای توی قیام اون اقتدار و هیبت ظاهریش فرو ریخت. درست. زیر سرکوب مطلق یهو یه قیامی فوران کرد و شکوند. حالا با حرف درمانی و با این ادعا که نمیشه، چون هیچ کدوم از زمینه های اون قیام تو این فاصله چند ماهه از هفته دی که حل نشده، گرونی که بیشتر شده، حتی حقوق کارگر پرداخت نشده، سپرده برگشت نخورده، تورم بیشتر شده، آزادی ها هیچ که بهتر نشده، بلکه دستگیری ها گسترده تر شده. همون دستگیر شده تو زندانه میکشن به اسم خودکشی. پس تمام زمینه های عینی اون قیام هنوز که سر جاشه. درست. یعنی سنگ رو سنگی بند نشده. درنش میبینیم جامعه اینجوری ملتهبه. شما میخوای اقتدار خامنه‌ای رو بدونید، همین امروز برید تو خیابونه تهران، تو بازار ارز تهران، دلار رسیده به 6100 تومن، بالاتر بیشتر. این دلار پایه توی بودجه سال 97 رژیم 3500 تومن حساب کرد. تو اول عید، روز اول عید 4750 تومان بود، الان 6100 تومان. این اقتداره یا بی‌ثباتی و تزلزله؟ این فقط مال یه رژیم بحران زده است، یه رژیم ضعیف و فکسنیه که اینجوری آسانسوری ارز ملی، ارزش پول ملیش اینجوری سقوط میکنه. شما میخوای اقتدار رو بدونید، برید دومای سوریه. همین دیروز اونجا برای به تسلیم واداشتن مردم محاصره شده یک منطقه در حومه دمشق، بشکای انفجاری و تسلیحات شیمیایی به کار بردن. شما صحنه‌اش رو حتما دیدید. بله. تلویزیون مرتب نشون دادن. زنان و کودکان با چشمای از حدقه در اومده، با دهنای کف کرده، تا 150 نفر کشته شده تو زیرزمین‌ها، تو پسوی خونه‌ها. درست. این اقتدار خامنه‌ای. ای لعنت بر خامنه ای، یزیده، اون اسدم شمره. شما به این میگه اقتدار؟ اگه اقتدار اینه، قدرتمندترین
مرد عالم همین خامنه‌ای جدش خیمه. بله. چون شما سقوط ارزش ریال و به اصطلاح ارز ملی رو متقابلاً افزایش قیمت دلار رو به عنوان یکی از نشانه‌های ضعف رژیم گفتین، من این سوال رو می‌کنم. علت این سقوط شتابان چیه؟ چرا اینجوری داره سقوط می‌کنه؟ قبل از علل اقتصادی که خب اون کار کارشناسا و اقتصاددانش بررسی کنن، به این بحث نمی‌خوره. بله. اصلش سیاسیه. از بعد از قیام یه عنصر کلیدی اینه که توان مدیریتی این رژیم بالکل در هم ریخته. یعنی همینجور که بهتون گفتم، چجوری از اول 4750 تومن بوده الان بالای 6100 تومنه. بله. این نمیتونه اداره کنه. فقط اینم نیستا، گرونی رو نمیتونه اداره کنه، بعد نمیدونم اوضاع بحرانی درونی رژیمش رو نمیتونه اداره کنه. دیدی تو درون رژیمش تشبیش میکنه به گوبلز. بله. همون رئیس جمهور سابقش چیا بهش میگه؟ همون 300 تا بسیجی، فرماندهان بسیج نامه نوشتن، جای آبادی براش نذاشتن. درست. حالا این ناشی از چیه؟ از موقعیت سیاسی رژیمه. نگاه، ارز مثل دماسنج سیاسی اقتصادیه. قیمت دلار نشون میده درجه تبولرز و تشنج ولی فقیهو. اینکه اینجوری بالا میره، این تشنج در واقع وضعیت ولی فقیه اینجوری بالا پایین میشه. درست. حالا امروز 20 فروردینه. درست. ضرب العجله ترامپ برای برجام 22 اردیبهشت. حدود یه ماهی مونده. بله. تقریبا همه پیش بینی ها اینه که در واقع این کار این برجام در واقع تمومه. هم تو خود رژیم میگن، هم تو بیرون. همین دیروز خبرگزاری بلومبرگ گفته که، اجازه بده من این موردشو بیارم، خیلی با صراحت و قاطعیت گفته که الان که ضرب العجله در نزدیک میشه، بله، شرکت سیتی گروپ، سوسیت جنرال، رویال بانک کانادا، شرکت گروه مالی میتسوبیشی، یعنی همه غوله چیزن، و تحلیلگران همه این بانک ها معتقدن که احتمال برگشت تحریم ها علیه رژیم ایران خیلی بیشتر شده، مخصوصا که مایک پومپئو نامزد وزارت خارجه شده و جان بولتون هم مشاور امنیت ملی آمریکا. بله. که خودشون گفتن اومدن اینا یعنی همین که در واقع میخ بر تابوت برجام. حالا امروز هم که 20 فروردینه، رسما جان بولتون اومده تو این موضوع این سمت تصدی کرد. بله. رژیم از این تغییرات و ترکیبی هم که در کابینه ترامپ شده و در ترکیب شورای امنیت ملیش به شدت وحشت کرده و دیگه تقریبا امروز تو حرفای روحانی هم که به مناسبت به قول خودش سار روز ملی جشن هسته‌ای در واقع اینو گرفتن، تقریبا اینو به نحوی تلویحا تایید کرد که چه برجام بمونه چه نمونه، ما براش برنامه ریزی داریم. اینکه همه سرمایه گذاریش سر این داستان بود. درنشه در یک چنین شرایطی این تأثیرش تو بازار ارز و اینام گذشته، یعنی همین زیر سوال رفتن برجام، همین موقعیت متزلزل رژیم، چه تو سطح بین المللی چه تو سطح منطقه، مخصوصا که این ترکیبم که اومدن اساسا حول تغییر رژیم کوکن کوک هستن. بله. شما در زاویه های مختلف از زمینه های مختلف از شروع کردید و همش ضعف نظام رو، ضعف رژیم رو نتیجه گرفتید. ولی خب من میگم که گفتید که از اخبار به قول معروف روی زمین شروع کنیم. خب ما روی زمین میبینیم که تو سطح منطقه رژیم شاخشونه میکشه، موشک میزنه و اینا هم به هر حال اقدامات واقعی و عملی است. در اخبار روزانه داریم میبینیم. اینجاها که علامتی از ضعف نمیبینیم، داستان اینجا چیه پس؟ سطح قضیه همینه که شما میگی، انگار شاخشونه کشیدنه. ولی واقعش اینه، موشک پرونی به از یمن توسط چند تا شبه نظامی به شهره پرجمعیت عربستان. بله. یا تهدید خطوط کشیرانی تو دریای سرخ و باب المندب. بله. اینا که علائم اقتدار و قدرت نیست، که اینا تروریسم ماجراجوییه. یعنی این چیزایی که میگم، یا مثلا تو حومه دمشق زدن تسلیحات شیمیایی به زنان و کودکان برای گرفتن اون منطقه، این کسی به حساب و به پای قدرت و اقتدار نمی نویسه. درست.
قدرت و اقتدار برای یک زمینه ها، برای یک مشروعیت اجتماعی، برای یک توان و ظرفیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی سواره، برای یک انسجام درونی که هیچ کدوم تو این رژیم پیدا نمیشه. این موارد، اینا آشوبگریه. رژیم راست میگه، سپاه پاسداران راست میگه، قدرت داره، موشک بالستیک داره. پس چرا حدود یک سال موشکاش تو همون زیرزمینا داره خاک میخوره؟ یک دونهشو از داخل ایران شلیک نمیکنه؟ چرا؟ موقعی که اوباما بود، اگه خاطرتون باشه، 14 تا موشک شلیک کرد. چون عواقبی نداشت، هر روز شلیک میکرد. موقعی که ترامپ اومد، روزه اولش 2-3 تا در کرد از این موشک ها. بعد دید با تحریم های سفت و سخت روبرو میشه، کلن خلاف کرد. گذاشت تو همون زیرزمین ها خاک بخورن. داده حوثی ها. حالا حوثی ها هم که داده، اونجا اینم به عهده نمیگیره. میگه این موشک بومیه. یعنی یه مشرف نظامی موشک بالستیک درست میکنن که به مثلا پایتخت عربستان میزنن، که رژیم ساختشو کلی علامت اقتدار خودش معرفی میکرد اون زمان. الان اینا خودشون درست میکنن. یعنی اگه اقتدار خوب باشه، مسئولیت چوب بپذیر، حتی جوروزه و توان اینم نداره. درش درد خامنه ای از اساس این نیست. مثلا این مخاطبش چی این موشک فکر میکنی؟ خودش میدونه عواقبی داره. نقض قطعنامه 2031، قطعنامه 2016 شورای امنیت، عواقبی براش داره. پیامدهی تو منطقه براش داره، تو سطح بین‌المللی داره، محکومیت داره. مخاطبش به همون گاو گوساله بسیجی و پاسدار و شبه نظامی است که آقا من بعد از قیام زوارم در نرفته، هنوز میتونم دو تا تیر شلیک کنم. یعنی مخاطبش اون است. وگرنه از نظر مردم ایرانم، اگه واقعا اشعه از اقتدار رژیم میگرفتن، خونجوری هر روز تو خیابون نبودن. خیامی باعث میخوابون مردم میرفتن تو خونه هاشون مطلقا. چون این خامنه ای راه دیگه ای نداره، دنبال اینم میره. مثلا نگاه کنی، امروز اومده در دیدار با مسئولان مملکتی از قوه مجریه و قضایی و اینا. ببین راه حلش چیه. کلید حل مشکلات اصلاح دل هاست. ما مسئولین در جمهوری اسلامی احتیاج به تعمیر قلب خود داریم. قلبو تعمیر کنه، اینگر مثلا تعمیرگاه ماشینه. پس نون چی شد؟ آب چی شد؟ سپرده ملت چی شد؟ آزادی چی شد؟ حقوقا چی شد؟ قیمت ارز چرا اینجوریه؟ اون اوضاع دربوداغون نظام چی شد؟ پس این چون راه حلی نیست، راه حلش در تروریسمه، در صدور بحرانه، در کردن همین موشک هاست. راه حلی نداره. یعنی درد بیدرمون و لاعلاجه. مردم ایران هم خب اینو فهمیدن. به خاطر همینه میگیم این قیام خاموشی ناپذیره و سر بازی سدن نداره. مردم ایران فهمیدن که علامته، یعنی این فهمیدن که این خامنه ای با گرسنگی دادن به مردم ایران و کودکان و با کشتار کودکان سوریه قدرتشو حفظ کرده، نه با قدرت واقعی. چون قیام ها تو اوج سرکوب بیرون زد، فوراً کرد، این آتش فشان در اومد. پس این عملی و شدنیه. مردم این فرمولو پیدا کردن، مردم ایران این معادله سرنگونه کشف کردن که زیر همین سرکوبم میشه اومد تو خیابونا و اینجوری قیام و شعلور نگه داشت. مخصوصا که بعد از تجربه 40 ساله به اینم رسیدن که هر دو جناح، نه اصلاح طلب نه اصولگرا، راحلی ندارن تو این رژیم. همون شعارشون مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر روحانی، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. در چه اینم پیدا کردن. علاوه بر این فرمول و راحل هم پیدا شده. اونم چیه؟ اونم یه پشتوانه به اسم کانون شورشیه، یه چیزی به اسم ارتش آزادی و هزار اشرفه. اینه که رژیم نمیتونه خاموشش کنه. درد خامنه‌ای که میخواد اقتدار شما اینجاست. قبلا میرفت اگه تو اشرف و لیبرتی بود، همین مجاهدین و ارتش آزادی بود، موشک میزد و قتل عام میکرد. و مخصوصا تو سالگرد 19 فروردین هم هستیم با اون قتل عامی که تو اشرف کردن، بله، سال 90. الان دستش از اونجا هم بعد از سجدت بزرگ قطع شده. دانش اقتدار شده همین موشک در کردنا، چون دستش دیگه به اونجا هم نمیرسه. خودش هم گفت تو قیام اون که برنامه ریخته بود، اون که هدایت میکرد، اون که از قبل چیده بود، اون رأس مثلثه چی بود؟ مجاهدین بودن، همین ارتش آزادی بود. اینه دانش چه؟ الان هرچی میخواد داد و بیداد کنه، خودشو به در و دیوار بزنه، مردم همین پراتیک میبینن عملی. خیلی ممنون، توضیحات بسیار روشنگری بود. تشکر میکنم و آرزوی موفقیت میکنم و آرزو میکنم که بازم تو برنامه در فرصت‌های بعدی هم بازم در خدمتون باشیم. با تشکر.